بعداً اعلام خواهد شد. جایزه یک قطعه قالیچه ابریشمی دستباف ایران است که در آن نام سید محمد علی جمالزاده و نگاره یکی بود یکی نبود که نشانه هیئت امناست بر اون بافته شده. نخستین جایزه در سال روز درگذشت جمالزاده در سال 2010 اهدا خواهد شد. انتخاب هر یک از برندگان به یکی از این دو طریق خواهد بود. نخست رسیدگی به کتابها و مدارکی که شرکت کنندگان برای اخذ جایزه ارسال خواهند کرد. دوم رسیدگی به مجموعه کارهای ایرانشناسی افرادی که هیئت رسیدگی رأساً مورد تشخیص قرار دهد. این جایزه جهانی است که برای جمالزاده با این مشخصات تعیین شده است. اما قبل از آن که نویسنده نامدار معاصر که لطف کردند به جمع امروز ما امشب ما و یاد جمالزاده آمدن، آقای محمود دولت آبادی سخنرانی خودشون آغاز کنن، همونطور که میدانید در هیئت امنا ما مجموعه آثار جمالزاده رو انتشارش آغاز کردیم. در 24 جلد آثارش در آمده. شیوه کار ما این است که نسخه اصلاح شده خود جمالزاده رو مبنا قرار می دهیم و در بعضی موارد به نسخه کتابخانه مرحوم مینوی هم به علت دقت نظر او در تصحیح نکاتی که می خون مراجعه می کنیم و این نسخه فعلی که می بینید نفسه. کلمه ای رو ما مجاز ندونستیم از طرف خودمون تعدیل یا سانسور بکنیم. کتاب هایی رو که اجازه دادن منتشر کردیم، کتاب هایی رو هم که پیشنهاد کردن جملات یا کلماتی حذف بشه نپذیرفتیم، زیرا به جای جمالزاده نمیتوانستیم تصمیم بگیریم. بنابراین آنچه که منتشر شده نسخه های منقحی است که از آثار جمالزاده در اختیار دارید. آنچه هم که مجوز بگیره در میاد، آنچه هم که نگیره حتما میبینید به صورت زیراکسی کنار خیابون میفروشن. اما در کنار این کار مجموعه اسناد و مکاتبات و یادداشت‌های جمالزاده است که چند سالی است بنده مشغول به این کار هستم. مجموعه نامه‌های جمالزاده است که تا به حال 6 جلدش حروف‌چینی شده. این نامه‌ها به نویسندگان، ناشران، شاعران و همه کسانی که در حوزه فرهنگی زبان فارسی قرار میگیرن جمالزاده نوشته. بخشی از این نامه ها هم خود نامه هست، هم پاسخش، بخشیش همش نامه هاست. مقداریش رو خود نویسندگان در اختیار ما گذاشتن، مقداریش رو خود جمالزاده و بخش دیگرش هم که از سوئیس وقتی که کتابخانه و یادداشتاش می آمد در اختیار کتابخانه مرکزی قرار گرفت که بخشی از این یادداشت‌ها به عنوان گنجینه جمالزاده جلد اولش با همت خانم سوسن اصیلی آماده شده که منتشر میشه. نامه‌ها را هم بنده از در یکی از این جلدها، جلد سوم، مجموعه ایست در بخشی از نامه‌هایی است که جمالزاده به آقای محمود دولت آبادی نوشتن در دوران‌های مختلف. من قبل از اینکه ایشان سخنرانی شد یکی از این نامه‌ها رو انتخاب کردم براتون می‌خونم و بعد از آقای دولت آبادی خواهش می‌کنیم که تشریف بیارن. این نامه از ژنو خب 24 مرداد 1362 نوشته شده. خطاب به آقای دولت آبادی است. با سلام و دعای کاملا قلبی خدمت دوست گرامی هرگز نادیده ولی سخت پسندیدم، حضرت آقای محمود دولت آبادی سبزواری، به عرض می رساند که 2 جلد دیگر کلیدر رسید و مرا سرشار از مسرت و امتنان ساخت و سخت گرم مطالعه هستم و مدام بر تعجبم می افزاید که این مرد عزیز این همه فهم و ذوق بی سابقه و فکر و واقع بینی را از کجا آورده است.
من رمان‌های زیادی خواندم، از غربی ها هم خیلی خواندم. تصور نمی کنم کسی به حد دولت آبادی توانسته باشد این چنین شاهکاری بیافریند. بر من مسلم است روزی قدر و قیمت کلیدر را خواهند دانست و به زبانهای زیادی ترجمه خواهد شد. روزی را می‌بینم که دولت آبادی عزیز ما جایزه نوبل را دریافت خواهد کرد. البته ممکن است من پیرمرد آن روز نباشم، ولی اطمینان دارم ترجمه کلیدر به زبانهای زنده دنیا دولت آبادی را به جایزه ادبیات نوبل خواهد رساند. کلیدر برترین رمانی است که من تا کنون خواندم. محمود جان، محمود عزیزم، دلم می‌خواهد بتوانم آنچه را که با مطالعه کتاب‌های تو به خصوص کلیدر در میابم نه تنها به هموطنانم بلکه به تمام کسانی که به کارهای تو علاقمند هستند بگویم. ولی می‌بینم خدا را شکر چنان می‌نماید که لااقل هموطنان با ذوق و با فهم خودشان دستگیرشان شده، چنان که در همین اواخر از دور و نزدیک به من نوشتند که کلیدر را خواندند و آنها هم مثل من خود غرق تعجب هستند. من به قدری یادداشت برای تهیه مقاله برداشتم که خودم گیج شدم و منتظر فرصت هستم. زنم کماف سابق مریض است و سخت احتیاج به مراقبت و مواظبت هر ساعت و حتی هر چند دقیقه دارد و خودم هم باز از نو دچار درد دندان هستم. باید در فرصت بهتر و طولانی تری بنویسم. دولت آبادی عزیزم، چندی پیش خواستید با تلفن با من صحبت بداری. گوش من سنگین شده است و در تلفن صدا را درست نمی شنوم. زنم اسم شما را برایم گفت ولی درست دستگیرم نشد که چه مطلبی به او گفتید. همینقدر هست که دیدم در فکر ارادتمند خود هستید و به راستی خوشحال شدم. چرا برایم کاغذ مفصل نمی نویسید؟ چرا خودداری می کنید؟ اگر به دوستی و به حرفهای من اعتقاد دارید، باید تشریفات را به کنار بیاندازید و قدری بیشتر با من درد دل کنید. امیدوارم وضع و روزگارتان روبراه باشد و دردسر عذاب رزق و روزی نداشته باشید. من به قدرت فکر و واقع بینی و سبک و شیوه داستان نویسیت عقیده راسخ دارم. احساس می کنم که آدم با فکر و شرافتمندی هستید و فریب شهرت و حرفهای پوچ و پوک مردم متملق و نفهم و مزخرفگو را نخواهید پذیرفت و راه خودتان را خواهید رفت. در هر صورت من شما را دوست می دارم و آرزومندم همان باشد که دستگیرم شده و می پندارم. خدا یار و یاور من و مددکار شما باشد. با ارادتمندی و طلب توفیق، سید محمد علی جمالزاده. همانطور که عرض کردم این یکی از نامه‌هایی است که خطاب به آقای دولت آبادی نوشته شده. مجموعه نامه‌هایی که خطاب به ایشون و دیگر نویسندگان، شاعران، استادان نوشته شده، اینها در یک مجموعه‌ای در چندین جلد منتشر خواهد شد. تصور می‌کنم که همه منتظر هستید که آقای دولت آبادی سخنرانی خودشون را آغاز کنند. از ایشون دعوت میکنیم که تشریف بیارند.